قابل توجه وزارت امور داخله. به نام خداوند بخشنده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل وان سمارت را سابسکرایب نمایید. وجمه فرخاری در صفحه فیسبوک خود پست نموده است: جناب آقای وزیر، چند قبل فرشته کوهستانی، دختر نترس و مبارز کشور، از تهدیدات امنیتی خیش از شما درخواست کمک نبوده بود و غفلت و نادیده گرفتن شما باعث شهادت وی شد. امروز احمد سعیدی، استاد و تحلیلگر سیاسی کشور، از تهدیدات امنیتی خویش خبر داده است: ما نمیخواهیم این سرمایه معنوی را از دست دهیم. احترامانه خواهش میکنیم اقدام لازم جهت تامین امنیت وی صورت گیرد. این در حالی است که وزارت دفاع ملی میگوید در نتیجه نبرد همیان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایت های بلخ و هلمند 42 طالب مسلح به شمول 2 قمندان این گروه کشته و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که طالبان مسلح روز گذشته، یعنی پنجشنبه 4 جدی، با طراحی تجمع قصد حمله و مراکز نیروها و دفاعی امنیتی را در ولسوالی ناوه هلمند داشتند. اما نیروهای امنیتی در حمله پیشگیرانه با پشتیبان قوتهای هوایی این تجمع طالبان را هدف قرار دادند و در نتیجه 23 طالب مسلح کشته و 13 تن دیگر این گروه زخم برداشته است. بر بنیاد خبرنامه وزارت دفاع ملی، این رویداد در روستاهای خسرآباد، سرخدوز و خجلجی، ولسوالی ناوه هلمند به وقوع پیوسته است. از سوی هم در یک خبرنامه دیگر وزارت دفاع ملی آمده است که در نتیجه یک حمله هوایی در روستای باغ پهلوان ولسوالی شورگلی و ولایت بلخ به شمول مولوی هاشم و مولوی عمر، 2 سرگروپ طالبان، 9 طالب دیگر همچنان کشته شده است. در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که در این حملات چندین قرارگاه، مقدار زیاد مهمات و تجهیزات و چندین اراده واسطه طالبان مسلح نیز از بین برده شدند. تشکر از این که با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.